دیدبان حقوق بشر از هند خواسته تا دسترسی به خدمات ارتباطی در کشمیر را مجدداً برقرار کند و از این منطقه عقب نشینی کند. میناکشی گانگولی، رئیس بخش آسیای جنوبی دیدبان حقوق بشر در بیانیه گفته است که یک هفته پس از بروز تنش در کشمیر، اکثر مناطق آن تحت محاصره نیروهای امنیتی باقی مانده و بزرگان کشمیر نیز در بازداشت به سر میبرند. به گزارش شیورز، به نقل از آناتولی، او در بیانیه خود آورده است تلفن‌ها حتی خطوط زمینی قطع هستند، دسترسی به اینترنت وجود ندارد و مسجد اصلی آنها نیز طی عید مسلمانان بسته ماند. گانگولی در ادامه اظهاراتش گفته است اقدامات جنبش جدایی طلبی که در اواخر دهه 1980 آغاز شد و مورد حمایت پاکستان است تا کنون به جان باختن بیش از 50,000 تن در ایالت جامو و کشمیر گشته و پاسخ نیروهای امنیتی، کشتار، شکنجه و ناپدید کردن افراد بوده. بیشک این منطقه دیگر نیازی به نقض بیشتر حقوق بشر ندارد. گانگولی در بیانیه‌اش خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی، برقراری خدمات ارتباطی، دسترسی دادن به رسانه‌ها و ناظران مستقل و ملزم کردن نیروهای امنیتی به رعایت حقوق بشر شد.